هر وقت با پدیده خشکسالی روبرو هستید امکان فرسایش خاک هم بیشتر میشه یعنی با باد خالی هم میشه بخشی از خاک رو عملا جابجا کرد حالا در نظر بگیرید وقتی مقاومت خاک کاهش پیدا میکنه بروز یک سیل عادی چقدر میتونه خسارت بیشتری بر جای بگذاره از طرف دیگه به خاطر اینکه دولت طرحهای آبخیزداری مناسبی رو برای مهار سیلاب در نقاطی که امکان سدسازی نیست ایجاد نکرده به هنگام بروز سیلاب در مناطق زیادی از استان فارس بویشه میبینیم که سیلاب ها باعث از بین رفتن مناطق روستایی و زمین های کشاورزی هم شدند شهر جهرم خسارت های بسیار زیادی دید به خاطر فقدان مدیریت سیلاب اما آیا نمیدونستند که ممکنه یک سیل قوی بیاد و بخشی از منابع سطحی رو از بین ببره چرا میدونستند اما عدم تخصیص به موقع بودجه و عدم مدیریت آبخیزها باعث شده که میزان خسارت زیادتر بشه مغازه ام تیمور خونه خودمو بیدا یادش بخیر دیشه ما اینجا خونه خونه میش میرزا نگاه که مال وسط ده دکون خدا بیامونه کربوله منزلگاه خودم وای 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 نگاه که همه چی خراش ده سورای بشکا چرا نبرده حالا دیدی دیدی حالا موندی آخه این رو هم در نظر بگیرید که میزان خسارت آبهای گلالود و پر از مواد معلق بیشتر از آبهای بدون مواد معلق و شفاف هست در شرایطی که کشور به آب بیشتری نیاز داره بخش عمده ای از سیلاب ها عملا به هدر میرن